بسم الله الرحمن الرحیم در درس 58 تجوید قرار داریم. در این درس ما در مدلین میخواییم که شرح کنیم به صورت خلاص. مدلین گفته بودیم که جمله مدهای فرعی است و مدلین در حرف واو و یا دیده میشه. در درس های گذشته ما خوانده بودیم که مد اصلی وقتی واقع میشه که حروف مدی با فتحه و دمه و کسره بیایه و مثلا با الف ما قبلش فتحه باشه، با واو ما قبلش دمه باشه و با یا ما قبلش کسره باشه. این مد اصلی میشه. مد لین یعنی فرمولا یک کم فرق داره. فرمولا از این است که واو ساکن ما قبلش فتحه باشه یا ای ساکن ما قبلش فتحه باشه، یعنی واو ساکن و یا ای ساکن با فتحه شوه، با ما قبلش حرف فتحه باشه. چرا یا با فتحه نمه ای مد جور نمیشه و واو با فتحه مد اصلی جور نمیشه. ای واو ساکن امرای ما قبلش حرف که فتحه داشته باشه و یای ساکن ما قبلش حرف اگر فتحه داشته باشه، این مدلین جور میشه در صورتی که ما در وقف قرار بگیریم و یایی که سبب مد فرعی بودن از این سکون شوه. در غیر از او مدلین جور نمیشه. و مدلین و نمور قم دو حرکت، چهار حرکت، شش حرکت امتداد داده میشه. او نظر به قاری است که چی رقمی را تلاوت میکنه و بهترش هم است که دو و چهار باشه و شش بسیار کم استفاده میشه. به خاطر از اینکه ما مدلین خوبتر دیده باشیم، شما سعی کنین سوره قرائش لئیلاف قرائش، وقتی که ما قرائش میگیم را فتحه داره، بعد از او یای ساکن است و بعد از او شین در سکون میه. را امرای یا به تنهایی مد اصلی نیست، به خاطر از این که را فتحه داره. اگه کسره میداشت و یای ساکن میشد باز اومد اصلی میشد. این را به می خاطر مدلین میگن که را فتحه داره، بعد از فتحه یای سکون آمده و سببش هم سکون شدن شین است در آخر آیت. و وقتی که ما این را تلفظ میکنیم به قسم مد تلفظ میکنیم، مثل تقریبا مثل مد آرزی سکون واره. و این را متوجه باشین که مدلین در آخر آیات در وقف میشه، در مبین نمیشه. مدلین مد اصلی در مبین لغات و در بین آیات در نظر گرفته میشه، مدلین تنها و تنها در وقف یا در آخر آیات. در آیت دوم سعی کنین و صیف، صاد فتحه داره یا سکون است و حرف ف داخل به سکون تبدیل میشه به خاطر از اینکه ما وقف میکنیم. و در آیت سیوم البیت با فتحه داره، بعد از یا سکون است و تا در آخر به سکون تبدیل میشه، که یعنی سکون شدن حرف تا و وقف باعث از این میشه که مد لین تشکیل بده. و در آیت آخر لغت خوف، خا واو ای مد اصلی نیست، به خاطر از اینکه ما گفته بودیم در مد اصلی اگر خو می بود خا خود حرف خا دمه می داشت، امرای واو یک جا می شد واو سکون، ای مد اصلی می شد. اما ای خا فتحه داره و واو سکون است و فی
یا ف در آخر از این سکون میشه، این مدلینه تشکیل میده. خب وقتی که ما یه تلفظ میکنیم باید دو حرکت، چهار حرکت، معمولش چهار حرکت است، این رو در نظر بگیریم. من یک بار برای شما میخوانم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اینی بود مدلین که دم توجه باشین. در این درس ما میخواییم که امی سوره بقره آیت پنجمه که ما قبلا خواندیم یک بار بخونیم، امی درسهای گذشته را تمامش در نظر بگیریم، از نگاه تجویدی ببینیم که تا چقدر ما میتونیم که امی مدها را شناسایی کنیم. الف لام یک مد است. ایره باز بگویم که مد چی است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ينفقون إلى بغين كي كدام مدس. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل كدام مدس وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك رم شما متوجه باشین بفهمین که کدام مد است. در اینجا چند چیز شما ببینین. الف لام میم ای کدام مد است و ينفقون ای کدام مد است و بما انزل ای کدام مد است اولئیک ای کدام مد است. یعنی مداره که شما بفهمین که در درس های گذشته خواندیم بالای از این تطبیق کرده بتونین، انشالله که میدانین که برداشت از مدها کردین. درس خودم اینجا ختم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.